سلام، مرد اول برنامه امشب صرفا جهت اطلاع از همین اول برنامه برای حرف زدن با شما این پا اون پا میکنه. بفرما تو دکتر جون. ما امروز خدمت شما رسیدیم، به اینجا که رسیدیم نمیدونستم اصلا کجا داریم میریم. به ما نگفتن آقای مهندس، گفت داریم میریم اتلومو. بعد مهندس گفتیم آقا یه جای دیگه هست، گفتیم بریم. اینجا که رسیدیم گفتیم راجع به چی هست؟ گفتن راجع به هتلداری اینا. ساده ما فهمیدیم که در چه ارتباطی ما امروز میخواد در خدمت شما باشیم. خب دکتر جون، وقتی تو نمیدونی کجا میری، مسئولان همایش هم حتما نمیدونن مهمونشون کیه، وگرنه اسمت رو اشتباهی نمی نوشتن. همچنان در خدمت مرد اول برنامه امشب هستیم تا دکتر جون یه استراحتی بکنه و نفسی تازه کنه بدونه که کجا آوردنش. از جناب معاون اول درخواست میکنیم ملت رو بهره مند کنه. ما اگر که فقط یک اخم در پاسخ به تحریم اروپایی ها بکنیم، بخشی از صنعت فرانسه فرو ریخته میشه. بزرگوار، شما که یه اخمت مشکل ایران و فرانسه و بلکه کلا مشکل تحریما رو حل میکنه، خب یه تیرم بنداز دمار استکبارین رو در بیار تا خیال هممون راحت بشه. فکر میکنید این همه آدم بزرگ و کوچیک اینجا جمع شدن که چیکار کنن؟ بیش از 30 ساله که کمیسیون بین المللی تخم مرغ به عنوان یک NGO تشکیل شده. ما امسال به دلیل اینکه فکر میکردیم تخم مرغ واقعا مدت‌های زیادی است که روش کار نشده و این ماده غذایی پروتئینی به عنوان یک غذای بسیار کامل در مظلومیت به سر میبره و جامعه. درست شنیدید، این آقا برای رفع مظلومیت از تخم مرغ این همه احساس به خرج میده. خب حق داره، آقا هیچ مظلومی تو داخل و خارج از کشور نمونده که ما حقش رو نگرفته باشیم. بنابراین نوبت تخم مرغ رسیده. البته از اون مظلوم تا مرغه که میگن اخیراً تو خیابون گرفتنش. میتونید حدس بزنید چرا؟ مشاوران جوان واقعا سرکارند و فقط به درد همایش و عکس گرفتن میخورند، یا نه واقعا مسلط بر کارند؟ آخرین تصمیمی که با مشاوران جوان خودمون گرفتیم اینه که یه جذب سنگینی از جوانا داشته باش. در تدوین لایحه معدن خب حضور بر صورت مشاوران جوان خیلی بر صورت پررنگ بود. برای یک گزارش تهیه کنه از وضعیت کار جوانان در یک کاری که ما برای جوانان تو آموزش پرورش کردیم. در تو با یکی از دانشگاه ها به من دادن که این دانشگاه در ارتباط با موضوعی اشحافی رو داشت اعمال میکرد که انجلو اون اشحاف رو بگیریم، منم گرفتم. یک اقدامی بود مربوط به حوزه به کارگیری جوانان در جوانان بیشتر در حوزه وزارت دفاع. اگه واقعا اینجوره که دولتی ها میگن، یه پیشنهاد داریم. هر هفته چند تا از این مشاورین جوان برن توی جلسه هیئت دولت شرکت کنن. دولتی ها موافقید؟ اینم یه کنفرانس خبری که به مراسم دعا برای حل مشکلات مجلس و دولت تبدیل میشه. شورای نگهبان در این زمینه چگونه هیچ عکس‌العملی نشون نداده. ما همچنان مشغول دعا کردن هستیم. شما هم دعا بفرمایید. آیا مجلس در رأس امور هست؟ چی باید بگیم آیه؟ اونم باید دعا بکنیم. به کت خدای مجلس و دولت و بقیه مسئولان عرض میکنیم. هر جا مراسم گریه و توبه و دعا برای حل مشکلات فیما بین دستگاه ها گرفتید، ما پا هستیم. گرفتید یا نه؟ میدونید که ما و مرد اول برنامه امشب در مبحث استراتژیک کلنگ و کاربردهای اون به هم ارادت خاصی داریم. اما راستش به بهانه تو همون جلسه‌ای که نمیدونست برای چی تشکیل شده، حرفایی زد که به اندازه چند تا سمینار و سمینار اصل 44 میارد. واقعا افسوس خوردم از نگهداری این هتل. یه جاره دیدم دری شکسته از زنجیر زدم که پرسیدم چرا اینجوریه. یکی از کارمندا با میخوان بخش خصوصی بدن، خودشون میخوان بخرن، دارن تو سر جنس میزنن. خلاصه پس راه اساسی اجرای اصل 44 برای ما مدیرا معلوم شد. هر جا رو میخواییم واگذار کنیم، اول خراب میکنیم، بعد خودمون به اسم بخش خصوصی ارزون میخریم. یه سایتی نوشته هفته پیش ما صرفاً جهت اطلاعی ها خبری رو درباره عضویت پسر مشایی تو سایت فیسبوک پخش کردیم، اما اونقدر به همون فشار آوردن که تو بخش خبری بعدی یعنی 22 حذف شد.
آخه اخوی، آدم هرچی تو خواب دید که فردا تو سایتش منتشر نمیکنه. خب برنامه قبلی ما رو سایت واحد مرکزی خبر هست، لاقل اونو میدیدی، شاید از نوشتن این دروغ صرف نظر میکردی. ضمناً انگار نویسنده محترم پنجشنبه گذشته نه صرفاً جهت اطلاع رو دیده و نه فوتبال ایران و برزیل رو تماشا کرده، چرا که به خاطر همین فوتبال اونشب اصلا خبر 22 پخش نشد. واقعاً خبرهای بعضی سایت‌ها عجیب غریبه. شاید شما هم شنیده باشید یه مدیری داشته میرفته به یه قسمت از ادارش سر بزنه، یه دفعه حکم تعویضش اومده، یا یه مدیر دیگه صبح اول صبح در اتاق باز میکنه میبینه یه نفر دیگه به جاش نشسته و داره کارتابلو امضا میکنه. ما به این سیستم تعویض مدیریتی میگیم مدیریت کلنگی. اگر شما بخواید یکی از مدیرانتون رو تغییر بدین، راهش چیه؟ تغییر بدین؟ آره، چه جوری بهش میگین عوضش میکنین؟ خب دعوتش میکنم، باش صحبت میکنم، دلایل تعویض رو باش صحبت میکنم. من خیلی شفاف بهش میگم آقا جون شما خوبی، این خوبی‌ها رو داری، ولی برای اینجا مفید نیستی. خیلی خیلی دعوامون اگه بشه ازش عذرخواهی میکنیم و پس فردا، فردا عوضش نمیکنیم، پس فردا عوضش. به خودش هم بالاخره اطلاع میدیم که آقا شما بالاخره باید دنبال یه کار دیگه برید دیگه. کمتر مدیر زیر نظر من بوده که موقع تعویض شدن قبلا تذکر نگرفته باشه. بعضی افراد رو خودمون مستقیم بهشون میگیم، بعضی هم که به هر حال یک فردی واسطه میشه حوزه ریاست، معمولا کارش این هست دیگه. خب اگه اینطوریه که شما ها میگید، پس این مدیرایی که با شوک مغزی و قلبی در عرض 2 ثانیه از کار بیکار میشن مال کدوم کشورن؟ باور میکنید دیروز روز چهارشنبه ما یک وزیر چینی داشتیم، وزیر راهن چینی، رفتیم اومدیم هتل عمان، گفتیم بریم آقا طبقه پشت بام شهر رو ببینیم. باور میکنی خدا خدا میکردم، گفتن از تو آشپزخونه رد میشی. گفتم خدایا یه چیزی باشه که این چینی ها چینی ها از ما بدتره. گفتن طوری نباشه که این چینی یخه ما رو بچسته که آقا بهداشت نداریم. که حالا بگذاریم رد شدیم الحمدلله، حداقل برای ماها که استانداردمون پایینه بد نیست. خدا را شکر که وزیر محبوب ما روسفید از آب در اومد. همیشه فکر میکردم چرا این همه مشتریای خارجی از در و دیوار هتلای ما بالا میره؟ نگو به این خاطره. خداحافظ.